به نام خداوند بخشنده و مهربان، عزیزان مخاطب، میزبان شما خوبان هستیم از طریق ویژه برنامه ضیافت نور و از طریق شبکه جهانی راه فردا. امیدوار هستیم با ما همراه باشین و در این برنامه در مورد یک موضوع و مبحث بسیار مهم قرار است گفتگویی داشته باشیم، بحث مواسات و دستگیری از نیازمندان، که من فکر میکنم یکی از فرصت‌های بی‌نظیری که در این ماه برای ما میسر میشه و قرار گرفته و اتفاقا چند روزی هم بیشتر متاسفانه وقت نداریم، بحث مواسات و دستگیری از نیازمندان هست که میتونیم از این لحظات باقی مانده این ماه استفاده بکنیم و سراغ اگر دستی به جیب داریم، اگر دست ما به دهن ما میرسه، اگر توانایی و بنیه مالی نسبتا خوبی داریم، بهتر از فقرا، نیازمندان، قوم و خویش، اقارب، همسایه، اینا رو فراموش نکنیم و دست بگیریم. به خاطر که همان شعر و مقوله معروف هست که میگه ای که دستت میرسد دست بگیر. در مورد این موضوع صحبت میکنیم در خدمت جناب حجت الاسلام محمد نعیم علیزاده، آگاه امور دینی هستیم و دوست داریم از صحبت هایشان استفاده بکنیم. آقای علیزاده سلام مجدد، چرا که یک بار دیگر هم در خدمت شما بودیم، خیلی خوش آمدین در این برنامه، وقت شما بخیر، طاعات عبادات شما قبول باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب احترام محضر شما آقای رحمتی بزرگوار، محضر دوستای عزیز و تمام بیننده های عزیز که در این لحظات ناب و ارزشمند بیننده برنامه ضیافت نور هست. سلامت باشین آقای علیزاده، خیلی خوش آمدین بار دیگر، ممنونیم بابت اینکه تشریف آوردین. چند روزی بیشتر فرصت نیست، ما مبارک رمضان امسال هم در حال سفری شدن و تمام شدن هست. یک ماه مهمان خدا بودن افتخار است که بار دیگر برای همه ما شما نصیب شد. در مورد اهمیت مواسات و دستگیری از نیازمندان که بحث امروزی ما شما هست، کمک در مورد اهمیتش توضیح بدین آقای علیزاده و بعد میریم سراغ سوالات بعدی که قرار است مطرح کنیم. به نظر من اول آقای رحمتی صاحب باید همین پدیده فقر یک مقدار شناسایی شد. بله، چون در حال حاضر متاسفانه خیلی این مسئله حاد شده. اصلی مسئله نگران کننده. بله. شناسایی شد، باز در رابلای از این ضرورت تعریفی از اجتماع شده و اثرات روانی و اثرات زیانباری از فقر که بله. داره، باز اصلی موضوع محرز میشه. بسیاره. اصل کلمه فقر کلمه عربیه، از فقار گرفته شده. خود فقار به معنای عمو موره های پشت انسان گفته میشه. به ما به اون ستون فقرات میگیم. اصل فقار عمو موره هاست. خب این در اصطلاح لغت به عمو موره های پشت گفته میشه. اما به لحاظ اصطلاح فقر به کسی گفته میشه که فقیر به کسی گفته میشه که توانایی نداشته باشه که به تنهایی خود بتونه زندگی خود را تأمین کنه. درست. این در زندگی نیازمنده به مردم باشه. این فقیر گفته میشه. اما از لحاظ دینی و از منابع دینی فقر اثرهای بسیار زیانباری را داره. بله. از جمله امام علی علیه السلام میفرماید الفقر و موت الاکبر. این فقر مرگ بزرگ است. ما مرگ داریم. بله. مرگ روحی داریم، مرگ وجدانی داریم، مرگ اخلاقی داریم، مرگ های متفاوت داریم، مرگ اجتماعی داریم، مرگ عاطفی داریم. مرگ عاطفی داریم. بله. اما فقر بزرگترین مرگ است که در اینجا اگر فقر آمد، شاید فقر آمد هم فقر مرگ وجدانی باشه، هم مرگ عاطفی باشه، هم مرگ احساسی باشه، هم مرگ اجتماعی باشه، که تمام مرگ ها زیر شاخه فقر باشه. از این جهت است که امام علی علیه السلام میفرماید که الفقر موت الاکبر. بله، به عنوان مرگ بزرگ. یک پدیده شوم اجتماعی را بررسی میکنه که به تشبیه به مرگ میکنه. شاید اینجا تشبیه مثلا نباشه. این حقیقتی فقر امام بفرماید که خیلی یک پدیده شوم و بسیار در تاریخ انسانها غمبار است. بله. این خود فقر. اما یک حدیث بسیار نورانی دیگر امام علی علیه السلام میفرماید که الفقر یخرس الفتن عن حاجته. فقر انسان آگاه و انسان زرک را لال میکنه. یعنی نمیتونه در مقام اگر عالم باشه وقتی فقیر باشه در مقام استدلال درست نمیتونه. درست. در یک پدیده اجتماعی نمیتونه یک استدلال درست کنه. درست علم داره، اما فقر سر روح روانش تأثیر میکنه که چنین خاصیت عزیز میده. اصل فقر هویت انسانی انسان مسخ میکنه. هویت انسان مسخ میکنه، انسان از لحاظ روانی بسیار ضعیف جلوه میده.
از این جهت است که انسان در زندگی اگر دچار فقر شد میبینیم که از لحاظ روحی و روانی بسیار نیاز دارد در مطالب، نیاز داره به هم نوعان، نیاز داره به دوستان، نیاز داره به اجتماع. از این جهت است که در اصطلاح دینی ما بسیار تأکید شده که ما فقرا را ایتام مورد نوازش قرار بدیم. بله. امام علی علیه السلام دستور میدهد که در جامعه باید انسان فقیر زندگی نکند، به خاطر اگر انسان فقیر شد هویت انسانی انسان هم فقیر میشه. درست. اگر در یک جامعه فقیر بود برای ثروتمندا، برای اغنیا، بر هر کسی که توانایی داره باید دست انسان فقیر بگیره. یک انسان در جامعه انسانی نباید احساس تنهایی کنه، مخصوصا در جامعه که مسلمان باشه. بله. در جامعه مسلمان یک مسلمان باید به تنهایی رنج نبره از فقر خود، باید همه انسان ها از رنج از اون رنج ببرد یا کوشش کنه که آدم رنج آنها را کاهش بده. متاسفانه در جامعه ما امروز بر علاوه که نمیتونیم رنج یک فقیر آدم کاهش بده، چی بسا باعث رنج یک فقیر میشه. یک جمله بسیار خیلی خوب است آقای رحمتی صاحب، از یکی از دانشمندای جامعه شناس به نام مصطفی ملکیان. مصطفی ملکیان میگه که اگر ما نمیتونیم در یک جامعه فقر را کاهش بدیم، حداقل میتونیم که تبعیض ما کاهش بدیم. میگه کاری نکنیم که هم فقرای ما از فقر رنج ببره هم از تبعیض رنج ببره. این به صورت مسئله. اما اگه بخوایی میره یک مقدار توضیح بدیم که آشکارتر شد. یک وقت است که در جامعه فقر بسیار مشکل است که آدم مبارزه کنه با فقر، فقر از بین ببره. اما در کنار از این میشه که آدم تبعیض از بین ببره. مثلا در یک اولی، دو همسایه با هم زندگی میکنه. یک همسایه روزگارش خیلی خوب است، خیلی خوبه روزگارش. بله. خوبه، همیشه وقت در خانه غذای خوب داره، زنش لباس خوب میپوشه، بسیار به صورت خوب بیرون میشه. اما یک کسی دیگر فقیر است. این فقیر اینجا تبعیض میبینه بین خود، بین ازی و بین این تبعیض وجود داره، مقایسه و این رنج فقر رو برای این زیاد میکنه، این بیشتر رنج میبره. یا مثلا در اجتماع حالا یک نفر میبینیم که با زندگی بسیار بلند، با بسیار مهمانی های خوب، بسیار تجملات گرایی میکنه. در عیدی که پیش رو داریم مثلا چندین نوع میوه رو میگیره، چندین نوع تشریفات میگیره. وقتی یک انسان فقیر بره در خانه از او احساس ناامیدی میکنه، احساس رنج میکنه، ناتوانی. حداقل ما اگر در اجتماع باعث از این نشیم که رنج یک نفر کاهش بدیم، باعث رنج دیگر را باید آدم نشه. بسیار مقدمه خوبی را مطرح کردین و خیلی خوب شد که زمینه بحث اصلی آل فراهم شده که در چونین شرایطی که متاسفانه فرهنگ این چونین، وضعیت آنچنان، تعداد نیازمند هم بیشمار، صفهای دریافت کنندگان کمک های بشری هر روز متاسفانه طولانی تر میشه، مقایسه هم که الا ماشاءالله وجود داره و این با توجه به همه این موضوعات که احساس ناتوانی میکنه، فقرا بیشتر از هر زمانی رنج میکشه، چقدر حالا در چند شب روزی که در ماه رک رمضان قرار داریم باقی مانده اهمیت این دستگیری چقدر احساس میشه، نیازش که بیشتر به این موضوعات بپردازیم و تمرکز کنیم، توجه کنیم در این شرایط. خب گرچن دستگیری از فقرا یک شرایط مخصوص نداره، زمان نداره، نه زمان داره، نه خوبی مکان داره. بله. حتی دین نمیخوای همکاری. در اصطلاح دینی ما داریم که وقتی ائمه معصومین ما بود با یهودیت همکاری داشتن، با مسیحیت همکاری داشتن، هر کسی که انسان بود وقتی محتاج بود اونها همکاری میکردن. مخصوصا در این شرایط خیلی ضرورت داره، خیلی ضرورت احساس میشه که باید دست فقرا گرفته شه و اینا ناامید نشه. به صورت‌های مختلف باید دستگیری صورت بگیره. یک انسانی که توانایی مالی داره با توانایی مالیش دست یک فقیر بگیره. یک انسان دیگر واقعا این ورزش‌ها خوابیده مانده، مرده مانده در جامعه ما. اگر یک انسان ندونه که توانایی مالی نداره، حداقل توانایی عاطفی داره. بله. در اصطلاح دینی ما و شما داریم که وقتی یک انسان مریض شد آدم برد به ثواب به زیارت اونا، به عیادت اونا برد، به اندازه ای عیادت ثواب داره که تمام گناهان گذشته ای انسان محو میشه. اما صاحب تفسیر المیزان علامه طباطبایی گفت من 20 سال تحقیق کردم یک تفسیر نوشته که به نام تفسیر المیزان. بله. اما یک کسی دیگه گفت رفته بود به عیادت مریض، من خواستم که ثواب از این تفسیر المیزان به او بدیم و ثواب از او عیادت مریض برای من بده. این خیلی ثواب کلان است. ای یک نوع، اگر ما بتونیم چنین شرایط فراهم کنیم که بعضی از دوستان
یک ارتباط عاطفی با اونا برگزار کنیم، دستشان به لحاظ عاطفی یک دو کلمه انسانی با اونا بگیم تا درد اونا را کاهش پیدا کنه. این یک نوع دستگیریه. بله. اما دستگیری که به نظر من خیلی مهمه، خیلی مهم، بیشتر به اون توجه کنیم، ایجاد فضاهای علمی برای ایتام، فقرا و کسایی که توانایی علمی را ندارن. اگر ما بتونیم چنین زمینه را فراهم کنیم، این در واقع مبارزه با ریشه فقره. بله. وقتی ما در یک سرزمین همون که ابن سینا یک وقت رفت در یک جایی، دید که بهمنیار یک شاگردای ابن سینا بود، خاص ابراهیم بهمنیار شاگرد آهنگر بوده فکر کنم. درست. باز وقتی آهنگر یک آهن سرخ از داخل کره میگیرن، بهمنیار چیزی نداره اما دستش پر از خاکستر میکنه، باز میگه آهنگ در بالای خاکستر بانه. این زیرکیشه که وقتی ابن سینا میبینه میگه واقعا زیرک کسی دانشمند میشه. یک بچه فقیر میگیره، ایره تحت تربیت قرار میده، تحت پرورش قرار میده، نهایت میشه بهمنیار. چندین اثرات علمی داره، اثرات عرفانی داره، در دنیای اسلام قوام میکنه نظریه بهمنیار. در جامعه ما اگر واقعا چنین شه که کسایی که میتونه در جامعه مکتب خصوصی داره، در کنار از اینکه چند دانه سرمایه دار میخوان درس میخونه، اونجا دو بچه یتیم هم بگیره اونجا درس بخونه، زمینه رو فراهم کنه. یا کسایی که مثلا میتونه بچه خود به مکتب مبره، یک بچه همسایه را مزدستش گرفته بوره به مکتب ببره، هم صدقه جاری است، هم مبارزه با فقر. این خیلی ارزش داره در جامعه، چون این نیاز ها برطرف شود. دیگه میبینیم از طرف که ما شما زمینه فقر که زمینه بدبختی فراهم میشه از کجا ناشی میگیره؟ که فقرهای ما تعادل روحی را از دست میده. اونجا دیگه به هر چیزی متوسل میشه، عمرش را در مقابل هر چیزی از دست میده. اینا مثلا امروز سر عمر یک انسان که خیلی ارزش داره برای یک انسان، اونم در زبان طفولیت، در سن 8 سالگی و 9 سالگی و 10 سالگی و 14 سالگی که اصل سرنوشت آدم در این سنهای کوچکی نقش پیدا میکنه. ایده بزرگی انسان، آدم در بزرگی چی شود، در امزی سن نقش پیدا میکنه، شکل میگیره. اینا عمرش ضایع میشه در بس کوچه ها و اسپندی ها و در تا بالا اینا، و ممکن است خیلی ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی ناشی از فقر وجود بیاره. 100% از این جهت است که ما بتونیم به نحوه های مختلف هر کسی به مو رشته خود، به مو کار خود، دستگیری از فقر را انجام بدیم. حداقل اگر این راهکارهایی که شما اشاره کردین شریک ساختین، اگر نکردیم هم حداقل میتونیم دلجویی بکنیم، هزینه نداره. گفته شما عیادت مریض مثال زدین، دلجویی از فقرا خودش به نوع خودش ارزشمند است. چه نسبت بین مواسات و دستگیری از نیازمندان و این ماه مبارک رمضان وجود داره؟ آیا نسبتی هست در این مورد؟ اصل برنامه های من در برنامه قبلی هم عرض کردم که بعضی از چیزها که هست درد مشترک است. درد مشترک دوای مشترک میخواهد، از جمله گرسنگی و فقر درد مشترک تمام انسان هاست. بله. خیلی ارتباط عمیق و ناگسستنی هست بین ماه مبارک رمضان و بین دستگیری از فقرا. آنچه را که ما در یک روز تشنه میشیم، گرسنه میشیم، به غذا تمایل پیدا میکنیم، به نان تمایل پیدا میکنیم، به لوازم آسایشی تمایل پیدا میکنیم، یک انسان فقیر در طول عمر به چنین چیزی نیاز داره. ما باید توسط از این گشنگی ها پیامی اخلاقی روزه برای ما این باشه که حتما این درد دیگران را آدم باید احساس کنه، این نیاز دیگران را آدم در این ماه مبارک احساس کنه، دستگیری از اونا بگیره. این یک جنبه است. اما جنبه دوم که در اصطلاح دینی ما در این ماه خیلی صدقه سفارش شده. بله. خیلی صدقه سفارش شده. درسته در ماهای دیگه هم صدقه ارزش داره، ثواب داره، اما در این ماه دیگه خیلی صدقه ارزش داره. حتی یک صدقه در یک روایت خواندم 70 برابر ارزش داره و در شبهای قدرم که به نص آیه قرآن از 1000 چی ارزش داره. در این جهته که در این ماه خیلی زیاد دستگیری از فقرا برای ما شما توصیه شده که مادر میتونه دستگیری کند، اینا ثوابش و ارزش معنویشون بسیار زیاد است. بسیار عالی. پس میفرمایین که ماه رمضان و روزه گرفتن، چون فقیر و غریب و نیازمند و دارا و نادار همه در این وضعیت قرار میگیره و پرهیز از نوشیدن و خوردن و این حرفا، یک نوع بهانه محرکی هست که میتونه انسانهای دارا را وادار بکنه که متوجه نیازمند باشه. یا یک جای خواندم که همه برنامه ها و قوانین الهی یک حکمتی داره، یا تنبیه هست، یا تشویق هست، یا تلنگر. ببین تا
هنوز میخوردی میخوابیدی. مثلا آدم پولدار برش یادآوری میشه که فقیری که اونجا مثلا گرسنه هست، این درد همیشگیش هست که مثلا همیشه گرسنگی رو میکشه، اما تو در طول ماه رمضان این خیلی خوب است. پس ما در زندگی، من فکر میکنم نیازمند یک سری الگوها هم هستیم آقای علیزاده، چون چرا که انسانها بدون هادی هدایت کننده و یک الگو نمیتونه موفق شه و رشد بکنه. ما در زندگی و در تاریخ اسلام الگوهای بشماری داریم، از جمله ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام هست. در مورد سیره عملی ائمه اطهار اگر کمی اشاره بکنیم در این زمینه که چقدر تاکید و سفارش کرده، بسیار نکات ارزشمند اشاره کردین. اگر ما واقعا بخوایم در اجتماع در جامعه پدیده فقر را شکن کنیم، هیچ وقت پدیده فقر توسط کمک و دستگیری خیرین از بین نمیره. چی بسا که خیلی ای زمینه ریشه بودوانه، این یک مسکین شده برای آن. خاصیت مسکین ایسته که در وجود انسان یک درد بود تسکین میکنه، اما درد در حال افزایش است، در حال زیاد شدن است، فقط ظاهرا ما احساس نمیکنیم. چی بسا واقعا کمک و دستگیری در بعضی موارد باعث ازی شده که ریشه ی از فقر در جامعه دویده شده، ریشه ها پایین بره و یک وقت شده که کلگی انسان ها نیاز به این شده که برد دنباله کسی با ما کمک کنم. بله متاسفانه، چرا که تجربه کردیم در مساحت کلانتر و کمک ما باید بیاییم که ائمه معصومین خود در تمام ابعاد زندگی الگو و نمونه قرار بدیم. درست. از جمله ائمه معصومین ما امام علی علیه السلام در مسائل اقتصادی نمونه الگو باشه برای ما و شما. امام علیه السلام دو گونه یعنی طرح داره برای درمان فقر. یک طرح گفتارهای اخلاقی و مواعظ حضرت علی که در اونجا امام میفرماید که اول ما شما باید توصیه به تقوای الهی میکنه که ما باید تقوا داشته باشیم. در مسئله دوم ما را توصیه میکنه به قناعت، میگه در زندگی هر چیزی که داشتی به او اندازه قناعت کن. بله، بیشتر از او در مال دیگران طمع آدم باید نداشته باشه. و از طرف زندگی خود آدم با زندگی دیگه باید مقایسه نکنه. درسته از یک کسی ما متاسفانه بعضی زن ها مخصوصا اکثریت مردم ما یکی زندگی خود با زندگی دیگران مقایسه میکنیم. بیشتر خانم ها بیشتر مردم هستند. بله، اما ما باید فکر کنیم که یک فصل اول زندگی خود با فصل 20 و 5 و 6 و 7 و 8 دیگران مقایسه نکنیم. در همین وضعیتی که داریم این بزی وضعیت استفاده کنیم، خودمان را باید بالا بکشیم. این یک موضوع است که امام علی علیه السلام توصیه میکنه به قناعت. درست. و از طرف دیگر توصیه میکنه فقرای ما را به صبر و شکیبایی. وقتی توصیه به صبر و شکیبایی میکنه، دستور اخلاقش ایست توصیه به فقر نمیکنه. بله، که فقیر باشیم ما. توصیه به فقر هیچ وقت در اصطلاح دینی ما شما نشده است، بلکه توصیه به صبر و شکیبایی شده تا انسان بر خود تسلط داشته باشه، خود از دست ندهد، راه های بیرون رفتن از فقر را با خود داشته باشه و کوشش کنه که از فقر بیرون شود. و مسئله خیلی جالبه که امام علی علیه السلام در این قسمت به او اشاره داره. یک جای حضرت میفرمایید که واقعا اگر بخواهیم فقر از جامعه ما برطرف شود، باید ما شما دنبال طلب علم و دانش باشیم. بله. حضرت میفرمایید تعلم العلم فانه زین الغنا، دنبال آگاهی برین، دنبال علم برین، به خاطر این علم باعث میشه که غنا بیاید. خیلی اکثریت فقرهای ما ریشه داره به جهل ما، بی سوادی ما و ناآگاهی ما. اگر ما عالم شویم، عاقل شویم، آگاه شویم، ذهنهای ما باز میشود، کارکردهای ما باز میشد، اون وقت است که ما شما میتونیم پدیده فقر را از اجتماع برطرف کنیم. بله. از جمله خیلی چیزی که علم به انسان تأثیر گذاره، برای انسان دیدگاه میسازه، هدف میسازه علم. بله. اما یک کسی از دوستان میگفت که فرق بین انسانی عاقل و هدفمند بی هدف در کجاست؟ فرق با انسانی با هدف و بی هدف در کجاست؟ میگفت فرق اینجاست که انسان بی هدف همیشه وقت برای انسان با هدف کار میکنه، زحمت میکشه، در حالی که این بی هدف اگر 100 سال هم کار کرده روز رشد نکرده، معموری مثلا اول توهین نشه. بعضی کسا دمو ماش 5000 یک عمرم کار میکنه، متاسفانه هست. اگر دکاندار دمو شاگرد دکانداری کار میکنه هر جایی هست. اما این انسان باید در زندگی خود هدف تعیین کنه. همین که شما گفتین الگو، آدم در زندگی الگو قرار بده یک انسانه.
بله. در اقتصاد الگو قرار بده آدم، آدم باید مثل فلانی باشه، از روش های از او، از کارهای از او خود به اون مرحله برسانه. این یک عاملی که خیلی تأثیر گذاره که فقر از بین بره، دانش و آگاهی است. ما شما باید کوشش کنیم، خیلی از کارهای ما نیاز به علم داره. یعنی کشاورزی امروز نیاز به یک زراعت، نیاز به علم داره. میکانیزم هایی که با آفت یک زراعت مبارزه کنه چی رقم باید باشه و از چی راه ها وسایلی باید آورده شده که واقعا یک محصولات خوب بدهد. امروز تلفیقات است که بعضی از گیاه ها رو با گیاه های دیگر ممزوج میکنه، یک چیزی جدید به وجود میاد. مثلا ما به صورت سنتی ادامه میدیم، درست یک گندم کشت میکنیم به صورت سنتی، اما گندم هایی باشه که اصلا آفت نگیره، ریشش خوبتر باشه، محصول بیشتر بده، اینا نیاز به علم داره. همونطور صنعت نیاز به علم داره که ما واقعا آگاهی داشته باشیم، ترفنهای خاص داشته باشیم تا بتونیم صنعتی بیشتر را انجام بدیم. این باعث میشه که فقر از اجتماع بره و بحث ریشه بله ریشه فقر خشک شود و این در گره و یا منوط به این است که ما بتانیم از این الگوهایی که داریم با یک رویکرد الگوپذیری استفاده کنیم. از این میشه که ما از سخن امیرالمؤمنین استفاده کنیم، الگو قرار بدیم. کاملاً. این یک چیزی که امام علیه السلام میفرماید. مسئله دومی که امام میفرماید تلاش و کوشش. چیزی که باعث اول علم و آگاهی، دوم یک انسان شاید خیلی زیاد تلاش و کوشش کنه، اما علم و آگاهی نداره، هدف نداره، پیش یک نفر دیگه کار میکنه. پیشرفت نمیکنه. کما اینکه 80% برای 20 نفر 20% جهان کار میکنه. از این جهت است که امام امو علم معیار اول قرار دادن. معیار دوم تلاش و کوشش قرار دادن. ببینین دوستا، پیوند بسیار حساس است بین تلاش و پاداش. به نظر من هر چی امروز در جامعه هر کس هر میگم، اما من میگم خداوند اجر کارگر هیچ وقت ضایع نمیکنه. هر چقدر انسان به مو محصول تلاشش موافقه، به مو محصول تلاشش کار میکنه، ما باید کوشش کنیم که در هیچ وقت در یک حالت قرار نداشته باشیم. کوشش کنیم، تلاش کنیم، راههای بیرون رفته جستجو کنیم. این تلاش کوشش بسیار تاثیرگذار. در قسمت فقر امام علی علیه السلام می‌فرمایند در جایی که آب باشه و زمینم اونجا باشه، اگر یک انسان فقیر اونجا زندگی کنه از رحمت خدای متعال مایوس است. یعنی مایوس باید باشه و حتی در زمره مؤمن باید نباشه دیگه، به خاطر که آب است، زمین هم هست، استعدادش هم خداوند بر وجود ما داده که ما باید از اینجا چی کنیم؟ استفاده کنیم. اینا ما رو هوشدار میده که باید تنبل نباشیم در زندگی خود، کسل نباشیم، باید دنبال کار باشیم، کوشش کنیم. اما یک از دانشمندای بزرگ فکر کنم بیل گیتس ازش پرسان کرد که امرای سرمایه دار شدن چیه؟ گفت به نظر من یک راه داره سرمایه دار شدن، اینه که اول صبح از خانه از همه کده وقتر خارج شوی و شام هم از همه کده نوختر به خانه برگردی. یعنی به این معنی که از همه کده باید بیشتر دنبال کار بگردی، بیشتر کوشش کنی، بیشتر تلاش کنی، و شب هم کمتر باید بخواهی، بیشتر تلاش و کوشش انجام بدهید. و در قرآن کریم هم تأکید شده که لیس للانسان الا ما سعا. انسان باید همیشه تلاش کوشش را زیاد نبره و مثل دریا جاری باشه، خروشان باشه، روان باشه، اگر بخواهی خودش به جای برسه و اطرافیان خود به جای برسانه و کمکی داشته باشه، قطعا همینطور است. بسیار استفاده کردیم از صحبت های شما آقای علیزاده. ممنونیم که تشریف آوردین و این صحبت ها و توضیحات خوبتان را با عزیزان مخاطب شریک ساختین. در پایان اگر پیام کوتاهی داشته باشین ما در خدمتی. پیام من همیسته که اون صد بارم که بگم، من یک حرف است که همون شریعتی، حرفم از شریعتی است که عامل موفقیت تلاش، کوشش، کوشش. تلاش کوشش آدم باید از دست نده در هیچ صورت. بله، از یاد نبریم تلاش کوشش را. و خیلی مجددا تشکر میکنیم. باز هم هر کس در هر جایی که در هر موقعیتی، در هر شغلی، در هر وضعیت اقتصادی قرار داریم، بازم میگه نباید ناامید شد، چون کارگردان خداست. کارگردان دنیا خداست. اینجا متن کوتاه را من یادداشت کردم، میگه کارگردان دنیا خداست. مهم نیست نقش ما ثروتمند است، تنگ دست است، سالم است یا بیمار، مهم این است که محبوب ترین کارگردان عالم نقشی به ما داده. نباید از سخت بودن نقش گلمند بود، چرا که سخت بودن نقش نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر است. امیدوار هستیم که هر کدام، همگی ما در هر نقشی که هستیم خوب بدرخشیم، اما باز هم
لیس للانسان الا ما سعی، تلاش و کوشش را زیاد نبریم. ممنون شما آقای علیزاده، تشکر از همه شما عزیزان خوبان که با ما همراه بودین و بیننده این ویژه برنامه ضیافت نور. تا دیدار.